وقتی توی اینترویو ازت تو سوال میپرسن که آقا مثلا در مورد فلان چیز چه میدانی؟ مثلا من اون سری هفته توی گروه هم پرسه بودی آقا مثلا در مورد سیستم جیوفرمار چی میدونی؟ من خودم مثلا وقتی رفتم هالیفکس تازه فهمیدم جیوفرمار چی هستم و توی ایران استفاده نمیکرد. خب اومدم به طرف گفتم که آقا من که بلد نیستم، ولی مطمئنم که با پایه‌ای که دارم و با نالجی که دارم زود میتونم خودم سلف ادوکیت بکنم و ریکوارمنت های لازم برای انجام صحیح اون تسکایی که بهم اسان میکنی رو به دست میارم. این اصل ماجرا است. Engineering is not about carrying lots of knowledge with you. It's all about how to solve a problem. Solve کردن پرابلم مثلا است. مثلا من مثلا تو فکر من دنیای علم رو دارم؟ نه، همه همون خانومی که داره از تو صحبت میکنه اصلاش اینجوری داستان این شکل من میتونم پرابلم رو دیفاین بکنم و این داستان خیلی مهم پرابلم رو دیفاین بکنم یعنی با نص صریح توی ذهنم یا روی کاغذی بتونم بنویسم چی میشه پرابلم رو دیفاین کردن. قسمت دومش حالا برین استورم کردن و بهترین سولوشن رو پیدا کردنه. سوم روت کاز انالیسیس، ببینید ریشه مشکل کجاست. چهارم اینه که حالا یکی از اون بهترین راه حل‌ها رو برم اکزیکیوت بکنم. پنجم اینه که بعد از اینکه اکزیکیوت کردم مطمئن بشم ریویوش بکنم آنچه که دارم انجام میدم کار درست. این میشه مراحل پرابلم سولوینگ. اوکی؟ پس اگر که تو میدونی که آقا من مثلا نقشه پیانایدی نمیتونم بخونم، اصلا این مثلا یه نقشه مهندسی گذاشته چلو، من اصلا بلد نیستم، اشکال نداره، من بهش میگم ترانسپرنتم، بهش میگم آقا من که بلد نیستم ولی من مطمئنم شبانه روزم شده، یعنی اینجوری با هیجان چیز نشون بده، هیجان نشون بده من شب. اگر این پوزیشن رو شما بخواید به من بدید، من مطمئنم تا زمانی که بخواد شروع بشه شبانه روز با پرزیستنسی زیاد، با علاقه زیاد کل این قسمت هایی که شما به معرفی بکنید رو سعی میکنم خودم ایجوکیت بکنم، یاد بگیرم، دوره نیاز باشه برم اونجا یک مهره قوی باشم توی تیم که بتونم ولیو بیارم. این میشه یه دونه کسی که هر نمیخوادش، نه که مثلا چون تکنیکال، چون میدونه که نمیدونه. سخت‌ترین آدم ها آدم هایی که خودشون نمیدونن که نمیدونن. بدترین آدم ها همش از اینا که همش بدونن هیچی نمیدونه، ولی مثلا تو فاز خودش که میدونه، ولی وقتی بدونه که نمیدونه خب میرم یاد بگیرم دیگه. حالا یه بدیه دیگه هم اونا چیه؟ یک سری هستن که هی اعلام میکنن که آقا من نمیدونم. سه چی؟ آقا من اعلام میکنم که زبان انگلیسی بده. خب بی خود زبان انگلیسی بی خود بده یعنی چی که زبان انگلیسی بده؟ شبانه روز بشین درس بخون، مگه نمیدونی بده؟ بشین صبح تا شب درس بخون، شب تا صبح، صبح تا شب، کمتر بخواب، کمتر بخور، هر کاری نیازه بکن، مشکل رو حل بکن، چون مشکل بزرگی. حالا مشکلی که تو نقشه رو نمیتونی بخونه اینقدر مشکل بزرگی است. ولی خب من فکر میکنم برای یه جونیور خوب رفت شد. دمت گرم. من همیشه به همه میگم، میگم من تو تمام اینترویوام 5 دقیقه تکنیکال بوده شا، اینترویو تکنیکال بود، 5 دقیقه یا 10 دقیقه حتی اکثر تکنیکال صحبت میکردی، 40-50 دقیقه با طرف گپ می‌زدم. چرا؟ چون من با اون موضوعات تکنیکالی که با یارو صحبت نمی‌کردم، فقط موضوعات تکنیکال رو می‌کردم توی یه قالب بزرگتری به نام ولیو. ولیو اصلی چیز؟ تراست. تو دنیای انجینیرینگ ما انجینیر رو به هم دیگه تراست می‌کنیم. یه حلقه رینگ می‌ذاریم دستمون برای چی می‌کنیم؟ ما انجینیر رو به هم دیگه تراست می‌کنیم. اصل ماجرا دو دیلیجنس. هیچ موقع به خودمون 100% اطمینان نداریم. حتی اکثر 99%. به خاطر من کاری کسی کارمون رو ریویو بکنه خوشحال میشیم. اگه کسی به من بگه آ یه دور دیگه نگاه بکن، یاد بگیریم، اشکال نداره. هر چقدر آدم خفنی باشیم باز اشکال نداره دابل چک بکنیم. کانادایی میگن it doesn't hurt. No, it doesn't hurt که یه دور دیگه بگیریم. پس داستان این شکلیه. من توی این قسمت باید بگم توی اینترویو ها دو تا اپروچ. اگه خیلی نرد و چون خفن یه ماجرایی، خب ببر اونجا، ببر اون موضوعات تکنیکال چون جو استرنت، ولی بهتره رو حوزه‌های تکنیکال خیلی دیل نکنی، یه ذره بیاری توی ولیوی بزرگتر که آقا من آدم خوبیم، من تیمیت خوبیم، من کنار تو باشم کمکت میکنم تو بیشتر بدرخشی، من کمکت میکنم تیم رو با هم دیگه ببرید جلو. این اون ولیوی بزرگتره. حالا من یه چارتات
استاندارد یا چارت تا چیز بلد باشه، این علامت ابریویشن چیه، این که خیلی چیز بزرگیه. بدون که من کمکت میکنم با هم دیگه تیم رو